شبگرد مرد لالیه که خواننده یک کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه، اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. من آدم بدبختی هستم، هیچ وقت روی خوش از زندگی ندیدم. هر وقت فکر کردم که دارم خوشبخت میشم یه بلایی سرم اومده. خدایا من تو کی بس بدبخت باشم؟ تو کی؟ همه بدبختی من بس اینه که یه مرد باره سرم نیست. بیچارگی بس اینه که یه مرد باره دیواره من نیست. تو هم مثل این که مرد نیستی. من ابا دوده خب چرا معطلی؟ ابا از خدا میخوام، تو از همه دنیا باز من مهمتری. شرف تو به تمام دنیا میارزه. من یه موی تو رو به همه ی تو میدم، اصلا من تو با هم یکی هستی. مردی هستی که قول تو قبول دارم. قول بده که همیشه پشتیبان منی. منم بهت قول میدم که تو قول میدم. فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجع به قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. میدی. همیشه میگی آخرین کارم، اما باز شروع میکنی. ببینم اتفاقی که امشب برات نیفتاد. آه چیزایی میگی. با کسی دعوت نشد؟ نه هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا دروغ میگی؟ پروانه تو چت شده؟ چه دروغی دارم بگم؟ بذار ببینم، تو زخمی شدی؟ بذار ببینم. چیزی نیست. وای نگاه کن، تو زخمی شدی؟ هم به لنگر قایه خورده، یه کمی زخمی شده. آخه چرا زخمی تو از من قایه میکنی؟ اینجا گلوله خورده، اینجا جای زخم گلوله است. زخم زخم، حالا چه فرقی میکنه؟ صادق تو آخرش منو میکشی. آخه چقدر چقدر منو عذاب میدی؟ تو خدا بیا و بس کن. تو که میدونی من غیر از تو هیچ کس رو ندارم. مگه این همه آدمی که نون شرافتمندانه میخورن و شب با خیال راحت سرشون رو متکا میذارن چشونه ها؟ آخه این چه زندگیه که تو برای خودت و من درست کردی؟ بیا بیا منو ببر توی بیابون، چهار تا خش رو هم بذار و زیرش زندگی کنی. نون جو بخوریم و رو خاک بیابون بخوابیم، اما عوض این زندگیمون خوش باشه. دو سال پیش مگه تو به من قول ندادی؟ مگه به من قول ندادی که دنبال این کارا نری؟ خودتو ناراحت نکن، گفتم به موقعش میذارم کنار. پرش رفته، کمش مونده، قول میدم. چند دفعه این قولو به من دادی؟ چند دفعه؟ چند وقته؟ فیلم تنها حامی با بازی مرجان و رضا بیک ایمانوردی راجع به ابی جوون سر به هواییه که به اصرار برادرش کریم با دختری به اسم نسرین آشنا میشه. نسرین از پسر نابیناش مراقبت میکنه و تو کافه عباس آواز میخونه. کریم ابی رو از ادامه رابطه با نسرین منع میکنه، ولی با دیدن نسرین متوجه میشه که نسرین همون زنیه که سالها پیش توی بندر رهاش کرده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. پیش هر کسی رو کسی رو انداختم و رو نمیدیدم تو کجا بودی؟ وقتی شکمم بالا اومده بود و جایی رو نداشتم که بچه رو به دنیا بیارم تو کجا بودی؟ من افتاده بودم حبس، وسط پیغون فرستدم، دنبالت گشتم. بی چیز هست که باید بهت بگم، فقط به این بگو اون بچه پسر بود، دختر بود، الان کجاست؟ دستت میش نمیرسه هیچ وقت. زنده هست ها؟ نه، اون بچه که تو حرفشو میزنی خیلی وقت مرده، از اینکه تو رفتی.
اینه که از 7 سال تمام تو نکبری مثل یه سگ به دندون گرفتنش تا به اینجا رسید. غیر از این نمیتونه باشه. اینو قبول دارم. اون بچت نصری از عشق. بچه تو هم بوده کریم، از عشقت. ولی من ازش خبر ندارم، ندیدمش دیگه. من تحملم زیاده، 7 ساله که منتظر موندم، بازم میمونم چون جفتتون رو دوست دارم. فقط یه چیزی رو میخوام باهات تموم کنم. دورور ابی رو باید خیت بکشی. چی گفتی؟ اون برادر منه. ابی؟ آره نصری، ابی برادرمه. من میدونم تو تا حالا واسه چی باهاش سر کردی. واسه پول، من این پولو بهت میدم هر چقدر که بخوای. فقط پا تو از زندگیش بکش بیرون. اگه اون بخواد این کارو میکنم. تو که اونو دوستش نداری؟ داری؟ دیگه برام فرقی نمیکنه. تو زن من هستی. بودم. من نمیذارم نسرین، نمیذارم یه همچین اتفاقی بیفته. اگه میتونی بهش بگو من کیم و چی کارم. بگو ازت یه بچه دارم. بگو 6 ماه به هم توی یه سفره دست بردیم و توی یه اتاق نفس کشیدیم. بهش بگو. میدونی که نمیتونم، نمیتونم اینا رو بهش بگم. پس دیگه حرفشم نزن. اون یه بچه هست، مثل یه بچه پاک و معصومه. نمیدونه چی کار داره میکنه. تو اونو درست نمیشناسیش. شاید، ولی یه چیزی رو مطمئنم، ابی کسی نیست که یه بچه تو شکمال بره. فیلم ظفر داستان زنی به نام فاتی با بازی فروزان رو روایت میکنه که از زادگاهش به تهران میره. کت خدا و مادرش به اون نشانی خان سردار رو میدن. شمس الله ظفر با بازی رضابه کیمانوردی راننده خان سردار، فاتی رو به خونه سردار میرسونه، اما اونها به محض ورودشون با مشکلاتی مواجه میشن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هوک هوک، کی میره این همه راه رو؟ چه خوشگل شدم من. به به خانوم، شما ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی خوشگل شدین. ای با اختیار دارین آقا، خواهش میکنم. نه خیر خانوم، من اصلا احتیاج به کلفت نوکر ندارم. من خودم کار آسان به ما نایمده. تمام کنیم این چجوریه. این دیگه چی؟ وای جون، به نظرم این باید یه اون یکی بوزی. خیلی خوشگل شده با نبا. شمس الله، ای والا من چیزی ندیدم. قباحت داره، آدم باید یکم حیا تو چشاش باشه. بها زنبو بیمعرفت، یکی زیادم میگه. یالا بیا برای شمس الله چایی دم کن. چایی چیه؟ کوف بخوری؟ چپ میره راست میره، چایی میخوام. انگار سیرمونی نداره. نه فکر نکنم. اون کله سا عجب لعبتی بود و ما نمیدونستیم. ای مردشون اون چشایی هیزت ببره. فیلم کلام حق محصول سال 1356 راجب نصرالله با بازی رضابه کیمانوردیه که یه شب تو جریان فرار از پلیس وارد منزل یه مرد روحانی میشه. حرفای مرد روحانی اونو به خودش میاره و زندگی شرافتمندانه رو در پیش میگیره. آشنایی نصرالله با زنی به اسم بدری با بازی آرام باعث میشه که اون مصمم به تشکیل خانواده و ازدواج بشه، تا جایی که همسر سابق بدری از راه میرسه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. سلام خانم. سلام آقا، فرمایشی داشتی؟ شما یه گردنبند اشرفی داشتی؟ بله، چطور مگه؟ دزدیدنش مگه نه؟ بله بله، شما از کجا میدونی؟ دزدتون رو شناختیم؟ نه، تو اون تاریکی نتونستم ببینمش. ولی من شناختمش. تو رو خدا راست میگی؟ جون شما، دروغم چیه؟ آخه من تازه از کبابی اومده بودم بیرون که دیدم داره فرار میکنه. منم تعقیبش کردم. 4 ماه آزگار دنبالش بودم تا اینکه بالاخره گردنبندتون ازش پرد. جدی میگی؟ بله، باور کنید. بفرمایید، اینه هاش. آره خودشه، گردنبند من. نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم. اختیار دارین خانوم، وظیفم بود. بازم اگه امری فرمایشی داشتین در خدمت حاضرم. ای شما کم نشه. نه تعارف نمی کنم جون شما، من همین سر خیابون فرش فروشی دارم. اگه ای وقت واسه منظر فرشی چیزی لازم داشتین تشریف بیارین، انتخاب از شما، تقدیم از ما. خیلی ممنونم.
من تنها هم ولی تعارف میکردم بیاین تو چایی چیزی میل کنیم. نه خیلی ممنون، وقت بسیاره. خداحافظ. خدا. بله بفرمایید، گوشم با شماست. چه فرمایشی دارین خانم جون؟ میخواستم یه تلفن بزنم. تلفن عمومی نیست شهرونده. بهانه است. تو کلاش چیزی دیگه. عرض کردم تلفن عمومی نیست خانم شهرونده. به به چه فرشای قشنگی داری. شما عجب اخلاقی دارین. اینم بهانه است. گوشت بده کار نباشه. ببخشید اسم اون آقایی که تلفن میزنه چی؟ نصرالخان صاحب مخلص. گوش کاسبی که مشتریش نشه. معامله رو بار بزن فرشا رو جوش بده به چی گفتم. سلام. بس سلام از بنده است. چه عجب این طرف ها. اجازه میدین یه تلفن بزنم؟ اجازه مام دست شماست، بفرمین چرا یکی دوتا بزنم. بزار این خانوم هر وقت اومدن تلفن بزنن از هفت دولت آزادن، فهمیدی؟ چشوستان عجب اخلاقی داری.